ما هنگام شام پنهانی خارج می شویم و در منزل من لباس مبدل می پوشیم و به فاصله یک ساعت باز می گردیم. ما آنطور که باید خود را آماده نساخته ایم. هنوز به انتخاب مشعلدار هم نپرداخته ایم. دوست من لانسلو چه خبر؟ اگر با لطف خود مهر از سر این نامه برگیرید از آن آگاه خواهید شد. این را بگیر و به جسیکای مهربان بگو من به عهد خود وفا خواهم کرد. این مطلب را محرمانه بگو. بله، من مشعلدار را یافتم. آیا این نامه از جسیکای مهربان نبود؟ تو خواهیدی، تو خواهی دید و چشمانت فرق بین شایلاک و بیسانیا را مشاهده خواهند کرد. وقت تو صرف خوابیدن و خورخور کردن و پاره کردن لباس نخواهد شد. آهای جسیکا، تو را صدا می زنم. آهای جسیکا، تو را صدا می زنم. چی به تو گفت صدا بزنی؟ من به تو دستور دادم؟ مگر جنابالی عادت نداشتید چه به من بگویید چرا کاری را بدون دستور انجام نمی دهم؟ چه لزومی دارد بروم؟ مرا به خاطر محبت نخواندند. تمنا دارم بروید آقا، چون احباب تازه من منتظر ملاقات شماست. من هم منتظر ملاقات او هستم. آنها با هم نقشه چیدن. من نمیگویم که شما نمایشی خواهید دید، ولی اگر ببینید خواهید دانست که بی خود نبود. گردوشم به یه عید پس گذشته ساعت 6:30 از بینی من خون جاری شد، یعنی روزی که عید حواسات به چهارشنبه یه بعد از اون افتاد. چطور؟ آنها نمایشی ترتیب میدهند؟ خدا نگهدار. سرنوشت با من از در مخالفت در نیاید من پدر خود را از کف خواهم داد و تو هم دخترت را. اینجا همون محلی است که لورنزو گفت منتظرش باشه. از شکیبایی شما دوستان عزیز به خاطر این انتظار طولانی سپاسگزارم. بهار، در منزل کیست؟ حاضرم سوگند یاد کنم که صدایت را میشناسم، ولی برای اطمینان خاطر من جواب بده. لورنزو، خب دوستان برویم. یاران نمایش ما در این موقع منتظر ما هستند. شما بروید، من منتظر آنتونیو میمانم. امشب نمیتوان نمایش داد. چرا؟ باد تغییر جهت داده و بسانیو به زودی سوار کشتی خواهد شد. نریسا، پرده رو کنار بزن و صندوقچه ها را به این شاهزاده شریف نشان بده. کلید! کلید! صبر کن. صبر کن ای شاهزاده مراکش و شایستگی خودت را با قضاوتی بی‌طرفانه بسنج. لعنت به جهنم! من دیروز با یک فرانسوی صحبت می‌کردم. او میگفت که در تنگی که بین فرانسه و انگلستان قرار دارد یکی از کشتی‌های حامل کالاهای گرانبها متعلق به کشور ما آسیب دیده.
این سخن مرا به یاد آنتونیو انداخت و در سکوت دعا کردم که خدا کند متعلق به او نباشد. زود باش. تمنا دارم زود باش. پرده را بکش. شاهزاده آراکون مراسم سوگند را به عمل آورده. و هم اکنون برای انتخاب صندوقچه ها می آید. زود باش. ای شاهزاده شریف، نگاه کنید، صندوقچه ها آنجاست. اگر آن یکی را برگزینید که حاوی تصویر من است، بیدرنگ مراسم زناشویی ما برپا خواهد شد. ولی اگر کامیاب نشوید، بدون هیچ گونه صحبت باید فوراً از اینجا عزیمت کنید. با سوگند خود سه مطلب را پذیرفتم. یکی اینکه به هیچ کس نگویم کدام صندوقچه را برگزیدم. دوم اینکه اگر در انتخاب صحیح صندوقچه کامیاب نشوم، هرگز تقاضای ازدواج دوشیزه ای را در عمرم نکنم. بالاخره اگر در این انتخاب شکست بخورم، بیدرنگ شما را تک گویم و از اینجا بروم. هر کس که به اینجا می آید تا به خاطر وجود بیارزش من خود را به خطر اندازد، به اجرای همین اوامر سوگند می خورد. آه، طبق همین اوامر من هم خود را آماده کردم. امیدوارم اقبال با آرزوی قلبی من مساعد باشد. اینها از زر، سیم و سرب حقیر است. سرب. کسی که مرا برگزیند
باید آنچه را دارد به خطر اندازد و تسلیم کند. تو باید جذابتر از آن باشی تا من خود را به خطر اندازم و تسلیم شوم. ببینیم صندوقچه زر چه میگوید. بگذار ببینم. کسی که مرا برگزیند آنچه را بسیاری مردم دوست دارند به دست می آورد. آنچه را بسیاری مردم دوست دارند. شاید منظور از کلمه بسیاری توده مردم ابله است که متوجه به ظاهر می شوند و انتخاب می کنند و بیش از آنچه چشم ابله می بیند تشخیص نمیدهند، به عمق فرو نمیروند و مانند پرستو لانه خود را در قسمت خارجی دیوار که در معرض هوا و خطرات فراوان قرار دارد میسازند. خیر، من آنچه را بسیاری مردم آرزو دارند انتخاب نمی کنم، زیرا من مایل نیستم با افراد عادی هم قدم شوم و خود را در ردیف توده جاهل قرار دهم. پس ای گنجین سیمین، نزد تو می آیم. ولی یک بار دیگر به من بگو، چه عنوانی به روی تو منقوش شده؟ کسی که مرا برگزیند آنچه را شایسته اوست به دست می آورد. آنچه را شایسته اوست. خوب گفته ای، خوب گفته ای. چون چه کسی است که بخواهد طالع را بفریبد و شرافتمند باقی بماند بدون آنکه اثری از شایستگی نشان دهد؟ هیچ کس نباید بزرگی را زیور خود سازد که برازنده آن نیست. کاش بزرگی و مقام و منزلت از راه نادرستی به دست نمی آمد و شرافت و پاکی در نتیجه شایستگی حاصل می شود. در این صورت چه بسا کسانی که اوریانی سادند به جامعه بزرگی ملبس می شدند و چه بسا کسانی که حکومت می کنند رعیت می شدند. چه مقدار پستی و حقارت از آنچه حقیقتاً شرافتمندانه است جدا می شد و چه مقدار دانه های شرافت از کاه و زباله روزگار بیرون می آمد و شفافیت و ارزش اصلی خود را می یافت. Wow.
آیا من شایسته چیزی بهتر از سر یک ابله نیستم؟ آیا پاداش من این است؟ آیا در خور چیزی بهتر از این نیستم؟ اشتباه کردن و قضاوت کردن دو وظیفه جداگانه هستند که کاملا با یکدیگر مخالفند. چیست؟ آتش 7 بار آن را آزمود. آن قضاوتی که هرگز به خطا بر نگزید 7 بار آزموده شده است. کسانی هستند که بر سایه بوسه میزنند. اینها سعادتی سایه مانند بیش ندارم. میدانم ابلهانی زندگی میکنند که ظاهری سیمین فام داره. این هم همینطور بود. پس تو با هر کس همسر شوی سری به جز سر من نخواهی داشت. پس برو، کارت تمام. اگر بیش از این در اینجا بمانم، ابله‌تر به نظر می‌آیم. من با سر یک ابله برای خواستگاری به اینجا آمدم. اکنون با 2 سر باز می‌گردم. خداحافظ خانم. من به سوگند خود وفادار و با شکیبایی رنج را بر خود هموار می‌سازم. این صورت شام پروانه را سوزان. آه از این ابلهان خردمند نما که هنگام تشخیص عقل آنها تا آنجا میرسد که ببازند. این گفته قدیمی غلط نیست که همسر گرفتن و به دار آویخته شدن هر دو در دست تقدیر است. نریسا، بیا پرده را بکش. خانم من کجاست؟ اینجا هستم. ارباب من چه میخواهد؟ خانم، بیرون منزل شما یک جوان ونیزی پیاده شده. پیشا پیش آمده تا ورود اربابش را اطلاع دهد.
از جانب او حامل پیام‌های مخصوصی است. یعنی علاوه بر درود و تهنیت، هدایای گرامه‌هایی نیز فرستاده. ولی من تا به حال سفیری چون او برای ابراز علاقه ندیدم. و یک روز بهاری هرگز به نرمی و لطافتی که این طلایه پیش و پیش ارباب خود وارد شده نیامده تا مژده رسیدن تابستان پربرکت را بدهد. تمنا دارم دیگر چیزی مگویی. میترسم به زودی بگویی که او خویشاوند توست، چون تو کلمات نقصی در ستودن او به کار میبری. بیا نریسا، چون آرزومندم این پیک را که با تشریفات وارد میشود هر چه زودتر ببینم. اگر اراده خداوند بر این قرار گیرد، امیدوارم این مهمان تازه وارد ما به ثنیا باشد. خب چه خبر از یالتو؟ هنوز خبر غرق کشتی های آنتونیو در دریاهای تنگ تکذیب نشده. البته تمام این سخنان قابل باور است، به شرطی که زنی به نام شایعه قابل اعتماد باشد. کاش زنی دروغگو میشد. اما بدون هیچ گونه حاشیه پردازی یا اجتناب از صراحت باید بگویم که آنتونیوی عزیز و درستکار کاش می توانستم صفتی را برگزینم که درخور نام او باشد. زود باش، جمله خود را به آخر برسان. ها؟ چه گفتی؟ آخر جمله این است که آنتونیو کشتی های خود را از کف داد. امیدوارم که ضرری غیر از این نصیبش نشده باشد. بهتر از هر چه زودتر آمین بگویم، وگرنه ابلیس با حضور خیش مانع دعا گفتن من می شود. چون ابلیس در لباس شایلا کمینک به این سو می آید. خب شایلاک، از بازرگانان چه خبر؟ شما از فرار دخترم خبر داشتید و هیچ کس به قدر شما مطلع نبود. حق با توست. من شخصا با خیاطی که برای او بالهای فرار ساخت آشنا بودم. شایلاک هم به سهم خودش میدانست پرنده پر در آورده است. بالاخره طبیعت آنها اقتضا میکند که روزی از مادر جدا شوند. برای این کار به نفرین گرفتار خواهد شد. اگر ابلیس درباره او قضاوت کند، این حرف تو صحیح است. چطور میشود؟ چطور می شود
گوشت و پوست خودم تقیان کنم. خجالت بکش پیرمرد، در این سن و سال دچار تقیان میشوی؟ منظورم دخترم بود. منظورم دخترم بود که از گوشت و خون خود من است. فرق بین تو و او از فرق بین چوب سیاه و آج بیشتر است. اما بگو ببینم، راجع به اینکه به کشتی های آنتونیو در دریا خساراتی وارد شده چیزی شنیده یا خیر؟ در این مورد هم معامله بدی نصیبم شد. آن هم با یک ورشکسته. و یک شخص مصرف که جرأت ظاهر شدن در ریالتو را ندارد. یعنی یک گدا. یک گدا که سابقا عادت داشت با البسه فاخر در بازار حاضر شود. بهتر است مواظب قرارداد خود باشد. او عادتا مرا رباخار میخوان. پس بهتر است مواظب قرار داده خود باشد. رسم او این بود که به خاطر ادب و انسانیت پول قرض داد. پس بهتر است مواظب قرار داده خود باشد. ببینم شایلک، اگر او نتواند به موقع قرض خود را تادیه کند، تو که گوشت او را نخواهی بری. برای تو چه فایده ای دارد؟ برای طعمه ماهی خوب است. و اگر برای چیز دیگری فایده نداشته باشد، لااقل حس انتقام مرا تسکین می دهد. او به من حد که احترام کرده و به قدر 500,000 به من ضرر زده و به ضررهای من خندیده. منافع مرا تمسخر کرده و به قوم من تحقیر روا داشته است. مانع معاملات من شده، دوستانم را نسبت به من سرد کرده و دشمنانم را بر ضدم برانگیخته است. و دلیلش برای تمام اینها چیست؟ چون من یهودی هستم. چون من یک یهودی هستم. مگر یک یهودی چشم ندارد؟ مگر یک یهودی دست، صورت، اعضا، بدن، حواس، احساس و فکر ندارد؟ همان غذایی را که شما میخورید او نمیخورد؟ با همان اسلحه ها، با همان اسلحه ها آسیب نمیبیند؟ به همان گونه بیماری ها دچار نمی شود؟ و به همان گونه بیماری ها دچار نمی شود؟ و با همان مداواها شفا نمی یابد؟ و همان تابستان و زمستان او را گرم و سرد نمی کنند؟ اگر به ما سوزن بزنید، مگر خون از ما جاری نمی شود؟
اگر ما را قلقلک دهید مگر به خنده نمی افتیم؟ اگر ما را مسموم کنید مگر نمی میریم؟ و اگر به ما ستم کنید مگر نباید انتقام بگیریم؟ اگر در موارد دیگر مانند شما هستیم، در این یکی هم باید مثل شما باشیم. و اگر شما به یک یهودی ستم کنید، رفتار شما با او چه سرمشقی خواهد داد؟ معلوم است، انتقام. رسالتی را که شما به من می آموزید، من هم به کار می برم. و خیلی عجیب خواهد بود اگر من خود را شاگردی شایسته نشان ندهم. هرچه تو گفتی مربوط به حواس پنجگانه است که حیوانات نیز از آن بی بهره نیستند. اما آنچه تو را از آدمی متمایز می کند روح حیوانی توست که در کالبد انسانیت حلول کرد. تو با این سخنان قصد توجیه رباخاری و ظلم و ستم خود نسبت به دیگران را داری. از نظر تو هر کس به رایگان احتیاج دیگری را رفع کند، بر ضد منافع تو عمل کرده و سزاوار مرگ است. شما با این سخنان نمی توانید قرض دوست خود را ادا کنید. او باید مراقب پرداخت دین خود باشد. آقایان، آنتونیو در منزل خودش است و میل دارد با هر دوی شما صحبت کند. ما همه جا در جستجوی ایشان بودیم. یکی دیگر از این قبیله آمد. نفر سومی را نمیتوان یافت که به قدر اینها پلید باشد، مگر اینکه خود ابلیس به آنها بپیوندد. دخترم را پیدا کردند؟ من چند بار در چند نقطه درباره او صحبت های شنیدم، ولی شایلک نتوانستم را پیدا کنم. بفرمایید. یک الماس هم که در فرانکفورت 2000 دوکا ارزش داشت از کف رفت. هرگز قوم ما تا این حد نفرین نشده و تا کنون آن را احساس نکرده بوده. 2000 دوکا برای این یکی از کف رفت و مقداری هم جواهر به گوش داشت. آشناش او جلوی پای من بود و پولها در تابوتش گذاشته می شد.
از آنها خبری نیست. ها؟ میدانم. اینطور شده و نمیدانم چه مبلغی هم صرف پیدا کردن او میشود. ضرر روی ضرر. دوز با مبلغی پول فرار کرده و مبلغ دیگری باید برای پیدا کردن دوز داد. نه تسلی خاطری فراهم شده و نه انتقامی گرفته شده است و هیچ بدبختی نازل نمی شود مگر اینکه بر سر من فرود آید. آهی نمی کشند جز اینکه خودم آه بکشم. اشکی ریخته نمی شود جز اینکه خودم بریزم. بدبختی نصیب اشخاص دیگر هم می شود شهلک. در جنوا شنیدم که انتونیا چی؟ بدبختی؟ گفتی بدبختی؟ یک کشتی او که از تریپولی می آمد غرق شده. غرق شد؟ خدا را شد دوبار. آیا راست است؟ آیا راست است؟ آره راست است. با چند نفر از ملاحانی که از خطر گریختن صحبت کردم. ای تو بال عزیز، بسیار بسیار از تو سپاسگزارم. تو بال چه خبر خوبی؟ از کجا؟ در جنوا؟ در جنوا شنیدم دخترت در جنوا در یک شب 80 دوکان خرج کرده. 80 دوکان. تو به زخم من نمک میپاشی. تو من دیگر روی طلاهای خود را نخواهم دید. هشتاد دوکا در یک شب؟ هشتاد دوکا. اما شایلک، چند نفر از طلبکاران آنتونیا در برگشت به منیز با من هم سفر بودن و قسم خوردن که آنتونیا چاره جز برشکست شدن ندارد. تو بل عزیز. از این بابت بسیار خوشحالم. من او را رنج و شکنجه خواهم داد. از این بابت خوشحالم. تو یکی از آنها انگشتری به من نشان داد که از دخترت در مقابل یک میمون گرفت. شیلک دوست بیچاره من. به جهنم برود. تو مرا شکنجه میدهی. این سنگ فیروزه من بود که از همسرم قبل از ازدواج به من به ارث رسیده بود و حاضر نبودم آن را با یک جنگل پر از میمون محافظه کنم. ولی کار آنتونیا به طور قد خراب است. کاملا راست است. تو بال عزیز برو و یک مأمور برایم اجیر کن. آره. و دو هفته
دو هفته پیش از موعد با او قرار بگذار. اگر او تعهد خود را نقض کند قلبش را از سینه بیرون خواهم کشید، زیرا اگر او در ونیز نباشد من هر مقدار سودی که بخواهم میتوانم به جنگ بیاورم. برو تو بالا، برو و بعد در کنیسه به من ملحق شو. برو تو بالا عزیز، تو بالا عزیز، برو و بعد به کنیسه بیا. برو میروم. یکی دو روز دیگر تأمل کنی قبل از اینکه دست به قرعه بزنی. من قادرم که به تو راه درست انتخاب کردن رو بیاموزم، ولی اگر چنین کنم سوگند خود رو نقض کردم و من حاضر نیستم چنین کنم.